سلام. اون روزه اول قیام که صدها پاسگاه انتظامی و دفتر امام جمعه و بانک داشت توی آتش میسوخت و تنها توی تهران بیش از 100 نقطه درگیری بود، خامنه‌ای که سرنگونی خودش رو در چشمانداز دو قدمی میدید، فرمان شلیک کور رو به آتش به اختیاران نظام داد و همون روز اول هم به صحنه اومد و قیام کنندگان رو اشرار خطاب کرد. لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، اینه باید توجه داشت. اون روزای اول که داغی شعله های آتیش رو زیر ریششون حس می کردند و از ترسشون کابل اینترنت رو هم پاره کرده بودند، توی همه تریبون های رسمی شمشیر رو از رو می بستند و هر کی رو که توی خیابون اومده بود از صغیر و کبیر به اشد مجازات و اینا تهدید می کردند. این اشرار را بدون کمترین دلسوزی به مسئولان معرفی کنید. این برخوردی که شما مردم در اول انقلاب با منافقین کردید، باید خانه به خانه تعقیبشون کرد و اونها رو به مسئولین معرفی کرد. با لیدرهای شرارتها، چه خودشون چه سبب قوی تر از مباشر بودند، میگویم اینها باقی‌اند، اینها محاربند و باید به اشد مجازات برسند. در رابطه با سیاهی لشکرهای اینها هم به دستگاه قضایی میگویم به گونه ای قاطع عمل کنید که برای ابد اینها پشیمون بشن، دیگه هوس نکنن تو این شرارت ها وارد بشن. خلاصه فضا طوری داغ بود که اون یارو جلاد 67 در مقام رئیس قوه قضاییه همه تعارفات رو کنار گذاشت و پشت تریبون بدون محاکمه حکم همه قیام کنندگان رو صادر می‌کرد. بدانند و اربابان اینها هم بدانند مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود. اون زمان که اینترنت قطع بود و بازار اشد مجازات تو رسانه‌های حکومتی گرم بود، حتی بعضی‌هاشون برای خودشیرینی پیش ولی فقیه در رقابت با بقیه مصاحبه می‌کردند که بله فرمان تیر رو من صادر کردم. لباسش همونی که می‌بینی، لباسش باز که اگه می‌تونی بزن، چون می‌دونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید. البته این یکی آخری بد جوری سود زد، طوری که توی رسانه‌های خودشون به عقل شک کردن که آخه کدوم احمقی که حتی فرمان شلیک به مردم داده باشه میاد جوری دوربین میگه من بودم. خلاصه اینقدر تو فضای مجازی مردم لعن و نفرینش کردن که خبر اومد پیج اینستاگرامش رو هم بست و کار به جایی رسید که چند نفر رو فرستادن که فقط حرفای اینو جمع و جور کنه. استاندار تهران که مثلا مافوق این فرماندار محسوب میشه گفت منظورش این بوده که هر کسی وارد فرمانداری شد با استفاده از ابزار فیزیکی با اونها مقابله کنید و در فرمانداری هیچ گونه اسلحه‌ای وجود نداره که بخوان از آن استفاده کنند. ابزار فیزیکی، احتمالاً پس حتما تیرکمون و نیزه داشتن، چون این ابزار فیزیکی هرچی بوده میخواستن شلیکش کنند. چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید. البته دوران تاریکی بدون اینترنت رو نتونستند بیشتر از 10-12 روز ادامه بدن و با باز شدن قطره اینترنت واکنش های مردم و خبرهای جدید در فضای مجازی پر شد. با منتشر شدن تصاویر شهدا و بیرون اومدن کلیپ های جدید، تصویر جنایتی که قرار بود پوشیده بمونه کامل تر شد. به طور خاص تصاویر نفربرها و وانت های مسلح به دوشگاه در ماهشهر و شلیک های مستقیم به مردم از فاصله نزدیک جهانی رو تکون داد و ولی فقیه تازه فهمید جنایتی کرده که نمیشه به این سادگی ها مخفیش کرد. اینجا بود که تلویزیون آخوندی برای اولین بار یک واقعیت بزرگ رو توی این ماجرا کشف کرد. اما واقعیت ماجرا چیست؟
واقعیت ماجرا این است که در آشوب‌های اخیر در برخی شهرها تعدادی جان خود را از دست دادند. بله، بعد از دو هفته بالاخره کشف کردند که تعدادی جان خودشون رو از دست دادن، ولی چه تعدادی رو بالا نمیاره. و از همون تعدادی توی همین گزارش حتی یک تصویر هم نشون نمیده. چرا؟ چون تعداد کشته شدگان اینقدر بالاست که نمیتونه بهش نزدیک بشه و به جای اون میاد کشته شدگان قیام رو به چند دسته تقسیم میکنه که آخرش هم خودش روش میمونه که این تقسیم بندی بر چه اساسی بود. اما این افراد را باید به چند دسته تقسیم کرد. یک دسته از کشته شدگان اشرار و اغتشاشگرانی هستند که اگه بخوایم این دسته بندی رو براتون خلاصه کنیم، داره میگه که دسته اول اون قیام کنندگانی هستند که فقط چون توی خیابون وایستاده بودن و اعتراض میکردن و ترافیک ایجاد شده بود، به دست ماموران امنیتی کشته شدن. مثلا در اینجا در شهر صدرای شیراز، اغتشاشگران که سلاح سرد و گرم همراه داشتند، تمام راه‌ها را بر روی مردم این منطقه بسته بودند و عملاً آنها را به گروگان گرفته بودند. نیروهای حافظ امنیت برای رها کردن مردم از چنگال اغتشاشگران چاره‌ای جز برخورد مقتدرانه و سخت نداشتند و تعدادی از آشوبگران در این ماجرا کشته شدند. یه دسته دیگر رو میگه اصلا ربطی به اعتراضات نداشتن، داشتن از اون بغل رد میشدن که تیر خوردند، ولی به دست کی؟ به دست قیام کننده ها. بخش سوم از جانباختگان مربوط به افرادی بود که در اعتراضها و آشوبها حضور نداشتند، اما به وسیله تیراندازی اشرار و یا حمله اغتشاشگران جان خود را از دست دادند. این افراد غالباً به عنوان رهگذر در حال عبور بودند. با این حال باز یه دسته دیگه از قیام کنندگان جانباخته روی دستش میمونه که برای اینا حتی دستگاه دروغ بافیش کم میاره که بگه کی اینا رو کشته و میندازه به گردن عناصر مشکوک. و دسته چهارم هم افرادی هستند که به خصوص روز جمعه در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حضور داشتند، اما در تیراندازی‌های مشکوک جان خود را از دست دادند، مانند آنچه که جمعه شب 24 آبان در خرمشهر روی داد. بنابراین چی؟ کجا؟ یه لحظه وایسا، تو خرمشهر چی روی داد؟ تق 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 تق. بنابراین تیراندازی های مشکوک یعنی کی دقیقا؟ به این چیزا جوابی نمیده. چند تا شلیک، تق تق تق، بنابراین و تمام. همه این دستبندی ها برای اینه که از دادن آمار کشته شدگان فرار کنه، چون دادن آمار و شفاف سازی در مورد ابعاد جنایت صورت گرفته به دست ماموران سرکوبگرشون کاریه که هیچ کدوم از مقامات حکومتی نمیخوان به گردن بگیرن و مدام به همدیگه پاس میدن. اول وزارت کشور گفت دادستانی آمار رو اعلام میکنه، بعد رفتن سراغ دادستانی، اون گفت من اصلا از آمار کشته شدگان خبر ندارم که بخوام آمار اعلام کنم. شورای امنیت ملیشون گفت آمار داریم، ولی باید اول از بیت عظما سوال کنیم. خامنه‌ای هم بهشون گفت اول تفکیک کنید بعد اعلام کنید. این وسط یکی از اعضای مجلس هم گفت آمار رو زودتر اعلام کنید، وگرنه آمار مجاهدین جاوا میکنه. یکی دیگرشون هم گفت اگر آمار رو اعلام نکنید ما آمار خودمون رو اعلام میکنیم. دست آخر سخنگوی دولت روحانی اومد گفت آمار داریم، ولی هنوز داریم تفکیک میکنیم تا بعد اعلام کنیم. عدد و رقمی هم که پیرامونه 1000 گفتن، مثل همیشه عدد و رقم‌های غیر واقعی است، هیچ شاهد و شواهدی بر اون ارائه نکردن. قطعاً ما صادقانه به تفکیک استان و شهرستان، به تفکیک علت آنچه که تا حالا ما صبر کردیم، این تفکیک‌ها صورت خواهد گرفت و آمار با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور اعلام خواهد شد. تفکیک اینجا به معنی وقت کشی، مالکشی و سرکار گذاشتن استفاده شده، چون بعد از بیش از یک ماه پاسکاری کردن به هم دیگه هیچ کدوم آماری اعلام نکردن. وگرنه اگر آمار بالای 1500 شهید که مجاهدین اعلام کردن واقعی نبود، این نظام هرگز این فرصت رو برای خراب کردن اعتبار دشمنش از دست نمیداد. اینجا بود که همون خامنه‌ای که همه قیام کنندگان رو اشرار نامیده بود، در وحشت از تنفر مردم
یک دفعه یاد رأفت افتاد و صحبت از دیه و دلجویی و این حرفا کرد. رهبر انقلاب به شورای عالی امنیت ملی دستور می‌دهند عوامل و دلایل ناآرامی‌ها دقیق و ریشه‌ای بررسی و به وضعیت جان باختگان و خانواده‌های آنها رسیدگی شود، دستوری که رهبر انقلاب در آن رأفت اسلامی را مبنا قرار دادند. این با رأفت و معرفت نمیتونی خودتو در ببری. ببین علی خامنه، آمار چی شد؟ اول بیا بگو چند تا رو کشتی، کجا کشتی، چطوری کشتی؟ این عد و عطفارهای رأفت و رحمت و حشمت و اینا اصلا به سایز دهنت نمیخوره. تو اصلا اهل رأفت کار کردن نیستی. پول تیر که ازشون گرفتی هیچ، حتی نذاشی یه تشییع جنازه علنی برگزار کنن. باید بری خامنه‌ای، بترس. سکانس بعدی این نمایش مضحک، فرستادن قاتل به خانه مقتول. در اولین اقدام دبیر شورای عالی امنیت ملی پنجشنبه به دیدار خانواده برخی از کشته شدگان حوادث اخیر در ملارد و شهریار رفت و از آنها دلجویی کرد. برای من مسلم شد که کشته سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود. حتما پیگیری کنید کسانی که این قائله ها رو، قائله های کشتن افراد رو، سامان دادن رو به سزای عمل خودشون برسونیم. خب اگر براتون مسلم شد که کشته سازی صورت گرفته، چه فرصتی بهتر از این که یه هیئت حقیقت‌یاب بین المللی بیارید و همین واقعیتایی که ازش دم میزنید رو با مهر جهانی به ثبت برسونید. بعدش هم مگه نمیگفتید که همه شهر زیر چشم دوربین های ماست؟ دوربین های مختلف در سطح شهر فیلمبرداری میکنن، دوربین های مختلفی در بین جمعیت به اصطلاح تاثیر برداری میکنن و نهایتاً با شناسایی دقیق اینها در موعد خودش حتما برکرد خواهد شد. خب پس چرا بعد از یه ماه هنوز فیلم این دوربین ها رو چک نکردید که این کسانی که کشته سازی کردن رو پیدا کنید؟ چطوره وقتی که میخواین قیام کنندگان رو نشون بدید، دوربیناتون فیلم های رنگی HD نشون میده که روی سوژه زوم میکنه تا چهرهش هم پیدا کنه، اما بعدش که کشته سازی شد دوربیناتون برفکی شد. اما به نظر میرسه بعد از اینکه شاموتی بازی رأفت ولی فقیه رو کسی تحویل نگرفت، برگ آخرشون برای جمع و جور کردن آمار بالای شهدای قیام رو بازی کردند و رو آوردند به سناریوی تکراری کشته سازی. یعنی همه راه ها برای خلاص شدن از این آمار هولناک کشته شده ها رو رفتن، پاسکاری کردن، دستبندی کردن، دیدن جواب نداد. آخر سر دادن دست این چاقوکش نظام که روی همشون یک لیبل کشته سازی بزنه و بعدم بگه که باید پیگیری کرد که کی کشته. هوشیار سر کار بودیم، خدا رحمتش کنه. دو ساعت اضافه کاری مونده. اصلا تو مسیر اعتراضات نبوده. از خیابون دیگه این اومده. متاسفانه یک تیری شوره که حتما باید پیگیری کرد که این توسط چه کسانی به قتل رسیده. باید پیگیری کرد. البته این مدل پیگیری هم توی این نظام خیلی سابقه داره. یعنی اگر پشت گوشت رو دیدی قاتل هم دیدی. یکی از این پیگیری هایی که به سرعت قاتلش رو پیدا کردند پرونده شهید قیام ندا آقا سلطانه. گفتن که بچه کشته شده و توی گواهی پزشکی قانون پزشکی قانونی ندا نوشته بر اساس اصابت گلوله. گفتن تو حقته، تو باید از بیت المال حقتو بگیری، یه بچه‌تو بگیری. و من گفتم من دیگه نمیخوام آقای شهریاری، شما دنبال قاتل بچه من بگردید. دوباره که باهاش رفتیم دادگاه داشتیم، به من گفتش که برو منتظر باش که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا دنبال اصراریه میفرستیم بیا. الان حدودا 8 سال میگذره که هنوز این اتفاق نیفتاد و هنوزم من منتظرم. علت این که قاتل رو توی این جور مواقع هیچ وقت پیدا نمی‌کنند اینه که کسانی دنبال قاتل می‌گردند که خودشون فرمان تیر رو صادر کردند. همونطور که می‌بینید همونهایی که فرمان شلیک رو صادر کرده بودند و خواهان این بودند که تک تک قیام کنندگان مجازات بشن، به شکل اووردوز احساس رأفتشون بالا می‌زنه و خدمت همون خانواده‌های کشته شدگان می‌رسن. اما مشکل بزرگترشون اینه که اغلب کشته شدگان با شلیک گلوله کشته شدن، طوری که
وقتی به وزیر کشورشون میگن چرا اینقدر به سر شلیک شده، اون برگشته گفته نگران نباشید، به پا هم شلیک کردیم. اینم یه مدل رافته، هم به سر شلیک کردیم هم به پا. برای ماسمالی شلیک هم کلی زور زدن که آخرش به این ایده رسیدن. یه نفر از اونهایی که تیراندازی میکرده با عمق از در پزشکی قانونی هم معلومه چه نوع گلوله اینا خوردن. گلوله پیداست، اصلا گلوله نیست که در اختیار نیروی انتظامی یا سپاه و بسیج باشه، معلومه این گلوله با چه سلاحی بوده. ما به دنبال این هستیم، اینو اعلام میکنیم که در بین کشته شدگان و جان باختگان بخش قابل توجهی از اونها توسط همین اشرار کشته شدن. اراذل و اوباش مسلح بودن، اسلحه داشتن. شما همین مصاحبه های برخی از تیرخوردگان که تو بیمارستان ها هستن رو دیدید، اینها تایید میکنن که از ناحیه مأمورین تیر نخوردن، تو جمعیت بودن یا رهگذر بودن و اسلحه‌ای که هیچ انطباقی هم با اسلحه سازمانی نیروهای مسلح ندارد شلیک کرده است و مجروح شده. بله، سلاحایی که با اونها به سمت مردم شلیک کردن اصلا نه در اختیار بسیج بوده، نه در اختیار سپاه بوده و نه انتظامی و نه اصلا سلاح سازمانی بوده. مثلا این نفربرهای بی ام پی، اینا اصلا سلاح سازمانی نیست، اینا رو برای مسافرکشی استفاده میکنن تو این منطقه. همه دارن چون بنزین گرون شده، اینا گازوئیلین، با اینا هندوونه میارن بازار و میدون و این حرفا. این دوشگاه هم که میبینید، اینا هم مال شکارچی منطقه است، برای شکار بلدرچین از اینا استفاده میکنن. این کلاشینکوف هم که دست این ماموراست اصلا سلاح سازمانی نیست، اصلا سلاح کمیابیه. بازم داریم سلاح غیر سازمانی بازم هست، نکن تو جوان رود اصلا اون یارون بالا. بعد تو کرمانشاه این چیزایی که دست این لباس شخصی میبینی اصلا سلاح سازمانی نیست، اصلا نمیدونیم از کجا گیر آوردن. به هر حال اینا فیلم هایی بود که مردمی گرفته بودند که اینترنتشون رو هم قطع کرده بودید. ولی سوال اینجاست که اینا که ادعا میکنند همه چی رو زیر نظر دوربین هاشون دارند، چرا فیلمی از قیام کنندگان با سلاح غیر سازمانی نشون نمیدن که ببینیم اون سلاح چیه؟ خب به نظر میرسه که آمار کشته شدگان قیام آبان به عنوان یک جنایت علیه بشریت روی دست دیکتاتوری آخوندی مونده و خامنه ای که تلاش میکرد از این دریای خون طوری رد بشه که پاش خونی نشه، یک بحران امنیتی دیگه به سریال بنبستاش اضافه کرد. چون خامنه ای خوب میدونه تا وقتی که این شعار در دل جامعه وجود داره، پس قیام سرنگونی در ناسیهش نوشته شده. وقت بخیر و خدا نگهدار.